سلام دوستان، این داستان ارسالی یکی از دوستان هست به نام مریم که ماجرای خانمی رو تعریف میکنه که سال 79 فوت کردن. این روایت از زبان خواهرشون پروین نقل میشه. زهرا دختر بزرگ خانواده بود و از یه خانواده سطح پایین. تو 5 سالگی به این زندگی عادت کرده بود. مادرش باردار بود و پا به ما. نیمه شب ساعت 3 زهرا بیدار شد و پدر و مادرش رو کنار نوزاد تازه به دنیا اومده دید. اون شب بارون شدیدی میبارید و شدت بارون انقدر بی سابقه بود که کسی به خودش ندیده بود. مادر زهرا بعد از زایمان به کارهای منزل پرداخت که شامل دوشیدن شیر، پختن نون، علف بریدن و خیلی کارهای دیگه بود. حدود 2 هفته از به دنیا اومدن برادرش گذشته بود که برای بریدن علف به صحرا رفتن. مادر زهرا رو به خاطر سن کمش همراه برادرش به صحرا می برد. برادر رو به کولش می بست و زهرا هم کنار مادر مشغول بازی بود. یکی از روزها در حین بازی صدای شنید. رد صدا رو با چشماش گرفت و پسری رو روی علف ها دید. پسر بچه بسیار از نظر جسته کوچیک و با دستای قشنگش بازی میکرد. زهرا سمت اون پسر رفت و به خاطر کوچیک بودن و پاکی و بیریاییش کنار پسر نشست و شروع به بوسیدن و ناز کردنش کرد. همینطورم با زبان کودکانه باهاش حرف میزد. زهرا چون از مادرش شنیده بود که نوزادا زود سردشون میشه، روسریش رو باز کرد و دور اون بچه پیچید که سردش نشه. مادر صداش کرد که زهرا بریم خونه. مادرش اول متوجه نبودن روسری نمیشه. شب از شدت خستگی به خواب میرن. اما صبح وقتی زهرا بیدار شد، روسریش رو پهن روی پتوی دید که انداخته بود روش. به خاطر سن کمش براش مهم نبود. یه روز دیگه گذشت و باز زهرا و مادر به صحرا رفتن. دوباره صدایی میشنوه. اون پسر بچه بوده. شروع به بوسیدن و ناز کردن اون بچه کرد. روی پسر بچه روسری بافتنی پهن بود. زهرا روسری رو روی بچه کشید و با مادرش به خونه برگشت. از روز بعد مادر که داخل اتاق نبود و مشغول پختن نون و بقیه کارهای منزل بود، زهرا اون پسر رو کنار برادرش میدید. اما هوای هر دوتاشون رو داشت و شروع به ناز و نوازش میکرد و یه جورایی به هر دوتاشون توجه داشت. اما تا زمانی که اون پسر بچه کنار داداش زهرا بود آروم بود، اما به محض نزدیک شدن مادر زهرا دیگه اثری از اون پسر بچه نبود. این روند تا 2 سال طول کشید. زهرا 7 ساله شده بود و برادرش 2 ساله و اون نوزاد هم تو زمان و دنیای ما 2 سال داشت. زهرا میدونست که غیر خودش کسی اون پسر بچه رو نمیبینه. برای همین در موردش با هیچ کس حرف نمیزد. در طول روز کنارش بود و با گذشت سالها به هم وابسته شده بودن. گاهی در طول روز چند بار اون پسر بچه رو می دید و یواش یواش با گذشت روزها و سالها به غیر عادی بودنش شک کرده بود. اون زمانها
مردم رابطه بهتری داشتن با اجنه و بیشتر اعتقاد داشتن به حضورشون. خلاصه گذشت و زهرا 13 ساله شد. خیلی دوست داشت بدونه اون پسر کیه و اصلا آیا پدر و مادر و خانواده ای داره یا نه. یه روز که کنار مادرش نون میپخت، اون پسر رو کنار خودش دید. بهش گفت: تو کی هستی؟ وقتی تو رو نمیبینم کجا میری؟ با کی زندگی میکنی؟ ناگهان زنی رو دید که بهش لبخند میزنی و چون زهرا به این چیزا عادت داشت زیاد تعجب نکرد. شروع به سخن گفتن با اون زن کرد. اون زن گفت: روزی که بچه بودی و تو رو کنار فرزندم دیدم، خواستم با شدت بهت صدمه بزنم، چون من اون روز فرزندم رو اونجا گذاشتم و خودم مشغول کاری بودم که نمیتونستم پسرم رو همراه هم ببرم. وقتی دیدم رو سریت رو باز کردی و با مهربونی روی پسرم انداختی، از کارم پشیمون شدم. هر روز پسرم رو به اونجا می آوردم تا تو باهاش بازی کنی و به زبان کودکانه باهاش حرف بزنی، اما خودم رو از دیدت پنهان می کردم. پسرم چون تو رو دوست داشت، دلم می خواست کنارش باشی، چون من و همسرم برخلاف قوانین قبیلمون ازدواج کرده بودیم، هیچ کس از قوم من یا همسرم اجازه دیدار و همبازی شدن با بچه‌مون رو نداشت و برای همین حاضر نشدم دلخوشی اندک پسرم رو ازش بگیرم. ما داخل خونه شما زندگی میکنیم و از همون روزی که تو پسرم رو در کنار برادرت دیدی به اونجا اومدیم. زهرا گریه کرد و آهی کشید و گفت: من هیچ فرقی بین برادرم و فرزند شما نذاشتم، حتی بیشتر اوقات هوای فرزند شما رو بیشتر داشتم. اون زن گفت: همه رو خودم می دیدم. حالا تو بگو زهرا، از اون روزی که ما به منزل شما اومدیم آیا مهربونیت رو پایمال کردیم؟ ما هیچ وقت نذاشتیم حادثه‌ای برای شما یا حیوانات داخل منزل رخ بده. تا حالا مادر چندین فرزند دنیا آورده که در تمام زایمان‌ها من کنارش بودم تا موقع لزوم بهش یاری برسونم. چند سالی گذشت. خواهر زهرا تعریف میکرد که زهرا غیب میگفت. تمام همسایه ها و اهالی شهر پیشش می اومدن و سوالاتی ازش می پرسیدن که زهرا به خوبی جوابشون رو می داد. حتی از راه دور کسایی دیدنش می اومدن که تا قبل اومدنشون اون خبر داشت. حتی یه شب که خیلی دیر وقت بود، زهرا پهلو به پهلو شد و گفت: پروین، برو در رو باز کن، خانواده‌ای به دیدن من اومدن و چون دیر وقت بوده پشت در منتظرن. پسر بچه‌ای همراهشونه که دلش درد میکنه، بیارشون داخل منزل و به پسر بچه دمنوش بده و خودش خوابید. منم رفتم و کارهایی که گفت رو انجام دادم، چون به حرفاش اعتماد داشتم. روز بعد اون خانواده شروع به گفتن مشکلاتشون کردن و اینم بگم زهرا رو خاتون صدا می کردن. اصل داستان از جایی شروع شد که مردی بین این خانواده بود که همسرش فوت کرده بود و 10 سالی از خاتون بزرگتر بود. اون پسر موند و از قنبر پدر خاتون خواستگاری کرد. پدر خاتون گفت: باید دخترم تو رو بپسنده و تایید کنه.
موضوع رو با خاتون در میون گذاشتن و اون هم با دوستانش که حالا خانواده تشکیل داده بودن و بچه داشتن مشورت کرد. دوستای خاتون گفتن اون مرد زنی داشته که فوت کرده و اصلا وضع زندگی خوبی نداره. اما ستاره هاتون با سرنوشتتون با هم همخونی داره. اگه اونو قبول کنی مدتی نه چندان دور بعد از ازدواج روز به روز اوضاع مالیت بهتر میشه. اون مرد تو رو خیلی دوست داره و قلب پاکی داره. خاتون به خواستگاری برات جواب بله داد و کنار خونه پدر و مادرش خونه مهیا کرد و شروع به زندگی کرد. اونا صاحب اولاد شدن و خدا خیر و برکت رو به زندگیشون سرازیر کرد. همینطور خاتون در طول زندگیش بسیاری از مردم رو راهنمایی و کمک کرد و در ازای کمکش هیچ پولی نمی گرفت، مگر اینکه کسایی که پیشش می اومدن سوغاتی یا محصول کشاورزی خودشون رو براش می آوردن. خاتون نزد روستایی ها از بزرگی و ابهت و آبروی ویژه‌ای برخوردار بود. رفته رفته خاتون از لحاظ مالی غنی شد و حیوانات اهلی و خونگی زیادی داشت که کنار بچه ها و همسرش به دامداری اونها مشغول بود. انقدر که وقتی دامهاش رو به چرا می برد از زیادی تعدادشون کوه به رنگ سیاه در می اومد. مردم روستا می گفتن این همه کار رو محال کسی بتونه به تنهایی انجام بده و طی این مدت همه می دونستن رازی پشت پرده است، اما کسی دقیق نمی دونست چه رازی. خاتون به خواهرش گفته بود من در طی این 60 سال عمرم برای خونم نه نمک گرفتم، نه روغن و نه زعفرون. خانواده اون پسر به هم میگفتن که جای معینی رو مشخص کن، ظروفی بذار و در هر کدوم به مقدار کم وسایل مورد نظرت رو بریز و جاشون رو عوض نکن به هیچ عنوان و نخر. خاتون گفته بود من تو هر کدوم از ظرفا به اندازه یه گندم نمک و روغن و زعفران ریختم و هیچ وقت این ظرف ها خالی نشدم و همیشه پر و لبریز بودم. اون میگفت وقتی با برات ازدواج کردم برای شب اول ازدواجم دوستان به هم گفتن یک کارد تیز اره‌ای، چند تا تخم مرغ و یک کاسه نمک بالا سرت بذار تا موقع همخوابی برای اولین بار دوچار مشکل نشی. همینطور بعد از شب زفاف اونا به دیدن من اومدن و یه نگین سبز رنگ به هم دادن. اونا گفتن هرگز از خودت دورش نکن و تا امروز که در بستر مرگ افتادم از خودم دورش نکردم. تا 2 ماه بعد از عروسیم برام کل می کشیدن و دست می زدن و در بزرگ کردن تمام بچه ها کمکم کردن. یه روز وقتی پسر بزرگم محمد روی پشت بوم رفته بود با اون سن کمش از لبه پشت بوم پرت شد. اونو گرفتن و به آرومی روی زمین گذاشتن. همینطور وقتی مریض بودم تمام کارهام رو انجام میدادن و با داروهای گیاهی موقع کسالتم به سرعت بهبود پیدا میکردم. الان که خدا به من سرنوشت خوب عطا کرده او رو شکر میکنم. خاتون اضافه کرد من بچه هام رو به بهترین شکل به خونه بخت فرستادم به کمک دوستام و خواست خداوند. الان که سنی ازم گذشته و
سه ماهه که مریضم، منتظر بودم که بازم برام داروی گیاهی بیارن، اما دوستام به هم گفتن خاتون داروهای ما دیگه به دردت نمیخوره و جواب نمیده. من از چشمای اونا فهمیدم که باید بارم رو از این دنیا ببندم و برم، چون عمر اونها از ما طولانی تره و زمانشون با ما فرق میکنه. حال و روز من در این وضعیت اونها رو اذیت میکرد. وقتی میدیدمشون غم رو از نگاهشون میشد دید، ولی من از زندگی راضی بودم و به اونها میگفتم خوشحالم که دوستانی مثل شما دارم. الان اون پسر بچه همبازی دوران کودکی من تازه 18 سالشه، درست مثل خواهرش که من خیلی دوستشون دارم. خواهر خاتون گفته بود بعد از فوت و دفن خواهرم در منزلش به وضوح صدای ناله و شیونی می شنیدیم که دیده نمی شدم. بعد از فوت خواهرم اون نگین سبز رنگ رو دیگه کسی ندید و کسی هم نفهمید که کی اونو بردم.